خدمت همه دوستان، خدمت همه مردم ایران و تمام کسانی که این ویدیو رو میبینند. یک هفته از جان باختن و شهید شدن مهسا امینی ژینا گذشت و با احتساب امشب جمعه 7 روز هم از قیام مردم ایران، از انقلاب نوین مردم ایران گذشت. در اینجا در این ویدیو در چند دقیقه خیلی به اختصار سعی میکنم که مروری بر این هفته داشته باشم و اینکه چرا این بار چنین شد، چرا دفعات قبل نشد و در پایان پیشنهاداتی رو عرض میکنم خدمتتون. اول باید عرض کنم که جامعه ایران در آستانه انفجار بود. این حرفی نبود که ما یا اپوزیسیون بگن، خود حاکمیت، خود مرکز تحقیقات جمهوری اسلامی به این اعتراف کرده بودند. در حدود 3 هفته پیش تحقیقی توسط یکی از نشریات دانشگاه امنیت ملی و مطالعات راهبردی رژیم منتشر شد که وابسته به نیروهای مسلح هم از اتفاقر و فرمانداش هم اسماعیل احمدی مقدم از سرکوبگران با سابقه است، اذعان کرده بود که 82% مردم ایران ناراضی هستند. تحقیق نشون داده بود که 75% مردم ایران آمادگی شرکت در اعتراضات رو دارن و بیش از 7% مردم آمادن در تظاهرات و اعتراضات بسیار پرخطر هم شرکت کنن، که میدونید حتی نصف این 3.5% هم برای ایجاد یک شرایط انقلابی کافی است. اما چه شد که چرا دفعات قبل این اتفاق نیفتاد؟ مجموعه عوامل ریز و درشتی دست به دست هم داد که من اینا رو با هم ردیف میکنم در مقایسه با مواردی که 1 ماه پیش، 2 ماه پیش، چند ماه پیش روی داده بود و منجر به این حوادث بزرگ نشده بود. قبل از همه شهامت قابل تحسین خانواده امینی رو باید عرض کنم، از برادرش گرفته که در لحظه اول پس از مشاهده بازداشت ژینا افشاگری کرد، تا پدرش، داییش، مادرش، خالهش که در هر فرصتی سعی کردن علیه این جنایت افشاگری کنن. در وهله دوم این شهامت تنها در حد کلام باقی نماند، وارد عملم شد. آن زمانی که تهدیدشون کردن یا وعده دادن میخواستن کاری کنن که مراسم تشییع جنازه در شبانه و در سکوت برگزار بشه، خانواده امینی به این خواست سرکوبگران تن ندادند. تا 10 صبح صبر کردن که خانواده، دوستان، آشنایان و همشهریانشون و حتی عده‌ای خارج از سقز خودشون رو به مراسم خاکسپاری برسونند. شهامت کسانی که در مراسم خاکسپاری شعار سر دادن و اعتراض کردند، شهامت زنانی که در مراسم خاکسپاری چادر روسری از سر برداشتند و حرکتی نوین رو آغاز کردند و شعار نوین ژین ژیان آزادی رو سر دادند، و از آن مهمتر جوانان غیور سقز که تنها به تشییع جنازه اکتفا نکردند، از بعد از ظهر شنبه شروع کردن به اعتراضات خیابانی. از روز یک شنبه مردم غیور سنندج به حمایت از مردم سقز به خیابان ها آمدند و دوشنبه صبح سراسر کردستان بیش از 15 شهر اعتصابی سراسری تا ساعت 4 بعد از ظهر صورت گرفت و بعد از آن هم اعتراضات سراسری صورت گرفت. این ترکیب اعتصاب و اعتراض که دیدیم در نهایت به سراسر ایران سرایت پیدا کرد، یک رویداد بی‌نظیر حماسی تاریخی بیمانند شکل گرفت. بیمانند که عرض میکنم به این معنا که حتی در انقلاب 57 هم مردم ما حداقل در مقایسه بین کردستان و سایر مناطق ایران یک دست نبودند و خواسته ها متفاوت بود، اما این بار در سراسر مردم ایران به استقبال، به حمایت از مردم کردستان آمدند و انگار واقعا میخوان کار جمهوری اسلامی رو یکسره کنند. شعار از کردستان تا تهران هم میخوام بگم یک بک‌گراند 1 هفته قبل از این جریان رو یادآوری کنم. این شعار مربوط میشه به قبل از شهید شدن یا حتی قبل از بازداشت ژینا. 1 هفته قبل از این حادثه خاطرتون باشه در مریوان رویدادی روی داد، یکی از مزدورای رژیم قصد تجاوز به یک بانو رو داشت که ایشون فرار کرد و متاسفانه جان باخت، و در اعتراضاتی که در مریوان شکل گرفت برای اولین بار شعار از کردستان تا تهران ستم علیه زنان سر داده شد. این شعار در تهران پس از حادثه کشته شدن ژینا انعکاس یافت، به سراسر ایران انتقال یافت و دیدیم حرکتی شد که واقعا در تاریخ ایران ثبت میشه و الان که با هم صحبت میکنیم ما در تاریخ به سر میبریم. مطمئن باشید ماها، سالها، دهه های آینده هزارها بار به این روزها و ساعتهایی که من و شما هستیم استناد میشه و به عنوان بخشی از تاریخ ثبت میشه. ولی یه چیزی نباید از قلم بندازم، من به همه اینو اشاره کردم، ولی رویداد دیگری قبل از اینا در تهران رویداد که هرچند کم جمعیت بود، هرچند کم انعکاس یافت، اما اون رو باید فاز 1 در نظر گرفت. اینکه ایده
تشکیل اجتماع اعتراض در حمایت از یا در محکوم کردن مرگ ژینا قبل از تبریز در جمعی کوچک در تهران در جلوی بیمارستان سینا روی داد و این باعث شد که مردم اونو جمع کم تعدادی بودند زود تکثیر شدند، تعدادی هم بازداشت شد، اما اولین جرقه رو میتونیم بگیم که اونجا زده شد و بعد در سقز به فاز اجرایی بسیر رسید. دو نکته رو میخوام عرض کنم خدمتون که این انقلاب میتونه پیروز بشه، همه پتانسیل پیروزی رو داره اگر تداوم پیدا کنه و این انقلاب پتانسیل تغییراتی بسیار وسیع خارج از ایران رو داره. یعنی نه تنها میتونه یک ایران دموکرات، سکولار، برابر برای همه جنسیت ها، برای همه اتنیک ها، برای همه مذهب ها رو تامین کنه، بلکه این انقلاب واقعا پتانسیل صادر شدن به عراق و ترکیه و سوریه و سایر کشورهای خاورمیانه رو داره. انقلاب قضایی 57 صادر نشد، اما انقلاب 1401 ما میتونه نوید یک خاورمیانه دموکراتیک بده. خواهش من اینه که لطفاً ضمن اینکه تداوم و انسجام خودتون رو حفظ میکنید، از هر گونه اقدامی که حتی 1% هم ایجاد انشقاق و انشعاب در بین صفوف مردم کنه بپرهیزید. از سر دادن هر شعاری که خصلتی تفرق افکنانه داره یا احیانا هر چقدر هم برای شما جالبه ولی میبینید برای درصدی از مردان و زنانی که در صحنه حضور دارند جالب نیست یا اونا رو دل سرد میکنه بپرهیزید. از هر کلامی، از انتشار هر ویدیویی که فکر میکنید ممکنه باعث تضعیف روحیه مردم بشه بپرهیزید. از بیان کلمات و واژه‌هایی که در شأن انقلاب نوین مردم ایران نیست، انقلاب زنان ایران، انقلاب فمینیستی ایران، انقلابی که در آن با زن شروع شد، شعارش با زن شروع میشه و پیروزیش رو هم زنان قلم میزنن، نباید جوری باشه که شعاری سر داده بشه که الفاظ رکیک، الفاظ جنسیتی درش باشه یا حتی قابل تکرار نباشه. چون این ویدیوهایی رو که میبینید، ویدیوها در خونه ها منتشر میشه، کودکان میبینن، نوجوانان میبینن، در شأن انقلابی که شعار ژن ژیان آزادی رو سر داده، شعار برابری رو سر داده، شعار آزادی رو سر داده نیست که کلمات احیانا ناشایستی که در جمع نباید گفته بشه شنیده بشه. توصیه آخرم هم این است که سعی کنید ترفندهایی رو که ممکنه جمهوری اسلامی به کار ببره، ویدیوهای کاذبی براتون بفرسته، تصاویر رو از گذشته براتون بفرسته، عکسهایی از حضور نیروهای مسلح بفرسته که وجود ندارند یا به نحوی بخوان که ترس و گمانی رو که قبلنها تونسته بودن علیه کردستان یا مناطق خاصی از ایران ایجاد کنند، مجددن این رو بخوان احیا کنند، در برابر این بیستید، نیروهای نفوذی رو شناسایی کنید. بهتون قول میدم که این آنچه که در الان در صدها شهر ایران در جریان است، تمامی پارامترها و خصوصیات یک انقلاب مدرن دموکراتیک و پیشرو رو داره. اگر با هم بمانیم، اگر از همدیگه حمایت کنیم، اگر از سر دادن هر شعار یا هر اقدام اقدامی که بتونه خللی در این اتحاد ما ایجاد کنه بپرهیزیم، بهتون قول میدم در آینده‌ای که تصور نمی‌کنیم که چقدر زود هست ما به نتیجه می‌رسیم. یادآوری می‌کنم جمعه گذشته ایران ظاهرا غمگین بود اما آرام بود، نیروهای سرکوبگر در آرامش بودند اما الان آنان بر روی آتشند، آنان فرسوده شدند، توانشون بسیار بسیار محدوده، برخلاف ادعاهاشون از تمام توانشون برای سرکوب استفاده کردند، فقط کافیه مدتی دیگر مبارزه ادامه داشته باشه، بهتون قول میدم که نیروهای سرکوبگر فرسوده میشند. خیلی ممنون که برای دیدن این ویدیو وقت گذاشتید.